21 شعبان ساروز نسل‌کشی شیعیان عراق در پی هجوم سنگین نظامی نیروهای صدام به شهرهای مقدس کربلا و نجف به منظور سرکوب قیام شعبانی 1411 می باشد که یکی از خونبارترین جنایات تاریخی در دهه های اخیر در عراق علیه شیعیان به شمار می رود. با هم گزارش میلاد شادمان را ببینیم. ماه شعبان در کنار اعیاد مبارکش برای شیعیان عراق و حتی شیعیان جهان خاطراتی تلخ را نیز با خود به همراه دارد. خاطراتی که با کشته شدن هزاران تن از شیعیان عراق در کربلا و تعرض به حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام پیوند خورده است. در قیام مردم عراق در شعبان 1411، 14 استان از 18 استان عراق به تصرف مردم درآمد و معترضان کنترل استانهای دیاله، واسط، میسان، بصره، زیقار، مسنا، قادسیه، بابل، کربلا، نجف، دهوک، اربیل، کرکوک و سلیمانیه را به دست گرفتند و فقط استانهای مرکزی شامل صلاح الدین، بغداد، نینوا و الانبار در کنترل حکومت باقی مانده بود. تحرکات مردمی در نجف اشرف از 16 شعبان و به صورت تظاهرات در پیرامون حرم امیرالمؤمنین علیه السلام آغاز گردید. درگیری ها تا ظهر 17 شعبان ادامه داشت و منجر به پیروزی گروه های مردمی و برافراشته شدن پرچم های سبز در مرکز شهر گردید. خیزش و قیام مردم کربلا نیز در روز 18 شعبان آغاز شد. هرچند 2 روز قبل از آن درگیری های پراکنده ای در این شهر اتفاق افتاده بود. تحرکات مردمی شهر مقدس کربلا 3 روز ادامه داشت و در روز 3 مردم کنترل شهر را به دست گرفتند. قیام شعبانیه مردم عراق 15 روز ادامه داشت و تقریبا در این 2 هفته عراق از دست بعثی ها خارج گردیده بود. با همه اینها این قیام توسط نیروی سنگین نظامی صدام و وفادارانش در گارد ریاست جمهوری عراق به شدت سرکوب شد. در جریان این درگیری ها هزاران نفر کشته و نزدیک به 2 میلیون نفر از مردم عراق آواره شدند. 3 شهر نجف، کربلا و کرکوک دستخوش بیشترین خرابی ها شده بود و نیروهای بعثی در کربلا و نجف علاوه بر تخریب حرم های مطهر امیرالمؤمنین علیه السلام، امام حسین و حضرت عباس علیه السلام 10 مسجد حسینیه و مدرسه علمیه را نیز منهدم کردند. بسیاری از کتاب‌های خطی ارزشمند نیز در هجمه بعثی‌ها به این شهرها نابود شدند. ارتش تابون دندان مسلح بعثی با حمایت و پشتیبانی بالگردها به جان مردم افتادند. بعثی‌ها بر روی دیوارها و تانک‌های خود این شعار را نوشته بودند: لا شیعه بعد الیوم، یعنی پس از امروز شیعه‌ای نخواهد ماند. پس از سرکوب قیام، مرحوم آیت الله العظما سید ابوالقاسم خویی به همراه تعدادی از افراد خانواده و نزدیکانش بازداشت و به بغداد منتقل شدند و پس از چند روز به اجبار در برابر دوربین‌های تلویزیون با صدام گفتگو کردند. تعدادی از روحانیون شناخته شده و نمایندگان آیت الله خویی پس از سرکوب قیام، اعدام و تعدادی از علمای شناخته شده نیز مجبور به مهاجرت از عراق شدند. پس از درگیری‌های سال 2003 در عراق و سرنگونی حزب بعث، وقایع سال 1991 توسط دادگاه عالی جنایی عراق مورد بررسی قرار گرفت. متعاقب آن 14 نفر از متهمان مورد محاکمه قرار گرفتند و تعدادی از آنان محکوم به مرگ و تعدادی هم محکوم به زندان شدند. میلاد شادمان، خبرگزاری اخبار شیعه.